آقای زرشناس، از آثار شما این گونه برمیاد که با مدرنیته حداقل به گونه گزینشی هم نمیشه برخورد کرد و به طور مطلق باید اون رو نفی کرد. در یک چارچوب بحث کوتاه در اقتضای بحث امشب ما، بفرمایید که چرا قائل نیستید به این که مدرنیته رو حداقل به شکل گزینشی میشه باش برخورد کرد؟ ذات مدرنیته یک ذات ناعادلانه، ظالمانه و تاریک اندیشانه است و در واقع این ذات خودش رو در هیئت اومانیسم یا بشر انگاری نشان داده و این ذات یک ذات غیر دینی و فراتر از اون ضد دینی است. از نظر عملی در تحقق تاریخی و عینی هم بنده اعتقاد دارم که مدرنیته یک در واقع مسیر رو که طی کرده مسیر ویرانگری، مسیر نابودی در واقع حقیقت بشری یا فراموش کردن حقیقت بشری بوده و مسیری بوده که در اون انسان ذات خودش رو گم کرده و از حق و حقیقت رو برگردانده. میخوام اصلا بگم که کی قراره این سریال سنت و مدرنیته تو تلویزیون جمهوری اسلامی تموم بشه؟ یک علت این که اینو میگم این هستش که چون من دارم تو این جامعه زندگی میکنم، من دارم تو این جامعه استنشاق میکنم، نمیدونم راه میرم، درس میدم، مینویسم، میخونم، با آدم ها کلنجار میرم. آقای معینی پور، آقای دکتر زرشناس، کی گفته که مسئله این جامعه امروز بحث سنت و مدرنیته هستش؟ مدرنیته یک عالمی است که بر ما حاکم شده. ما تک تک مسائلی که امروز داریم در ذیل مدرنیته داره معنا میشه و محقق میشه. اصلا نمیتونیم به این مسئله نپردازیم. یعنی ببینید تمام تاریخ 200 سال ما تاریخ کشمکش ما با غرب مدرنه. انقلاب اسلامی وقتی رخ داد، انقلاب اسلامی به اعتقاد بنده دو معنا داشت، غیر از حالا معانی دیگری که داره دو معنای اصلی داشت. یک معناش این بود که در مقیاس جهانی تلیه‌دار یک عبور تاریخی از عالم مدرن بود و هست، در مقیاس داخلی تلیه‌دار یک عبور از این غرب زدگی شبه مدرنیه که ما دوچارش. آقای دکتر زرشناس صحبت از انقلاب اسلامی میکنه، انقلاب اسلامی صدر تا ذیلش عکس مدرنیته بوده. کی میگه انقلاب اسلامی مواجهه با یه جور مواجهه با غرب و غربگرایی و این جور چیزا بوده؟ ببینید الان چند سال از انقلاب اسلامی میگذره؟ 34 سال. نمیخواد شما بگید، من خودم جواب میدم. 34 سال از انقلاب اسلامی میگذره، درسته؟ ببینید این پوسته، این لعاب رنگ کاغذ دیواری جمهوری اسلامی رو که شما خراش بدی، تمامش مدرنیته هستش. یعنی این چیزی که شما بعد 34 سال تأسیس کردی تمامش مدرنیته است. بنده اون شب هم که اون بحث بود با آقای دکتر خسرو، من همینو گفتم، گفتم عزیز من اصل تفکیک قوا رو از کجا آوردیم؟ اقال صادق قال باقر رو آوردیم؟ نه، اینکه هر 4 سال یه بار ما باید یه نفر انتخاب کنیم با اون رئیس جمهور، این از کجا آوردیم؟ از مدرنیته. اینکه حکومت قدرت مطلق نداره، حکومت باید حسب قانون اساسی حکومت بکنه. نپرس حکومت باید حسب قانون اساسی حکومت بکنه، شما از کجا آوردی؟ قانون از غرب آوردی. اینکه دولت شما بعد در قبال مجلس پاسخگو باشه، این شما از کجا آوردی؟ از غرب آوردی. دانشگاه تو کجا آوردی؟ از غرب آوردی. این لیوان تو از کجا آوردی؟ از غرب آوردی. اینا همه از غربه. شما چجوری میخوای از این فرار بکنی؟ از چی میخوای فرار؟ این تفکر، این ذهنیت که انسانو ببریم بالا یا انسان بیاد پایین، این تفکر مذهبی است که انسان میبره بالا، انسان میاره پایین. اینا همه مدعیان ما بشر رو سعادتمند میکنیم. اصلا لیبرالیسم قرن 18 که صورت ایدئولوژیک غالب مدرنیته بود، مدعی بود که ما برای بشر بهشت زمینی محقق میکنیم، رفاه، صلح و حتی بعضیشون گفتن بر مرگ غلبه میکنیم. طوری که وقتی سال 1914 جنگ جهانی اول رخ داد، بر باد رفت تمام این تصورات خوشبینانه مدرنیستا. پس مدرنیستا دعوی سعادت دارن آقای دکتر؟ اصلا دغدغه مدرنیته این نیستش که بگه که من میخواهم آقای نعیم پور رو خوشبخت بکنم، من میخوام آقای زیبا کلام سعادت بکنم، من میخوام آقای دکتر زرشناس رو برسونمش به اعلی علیین، رسد آدمی به جایی که به جز خدا اونم بیند. اصلا اینا دغدغه مدرنیته نیست. مدرنیته میگه که آقای نعیم پور میتونه در ساحت فردی انتخاب بکنه. من معتقدم ما با تورم روبرویم، با فاصله فقیر و غنی روبرویم، با بی‌عدالتی تا حدودی
به لحاظ اقتصادی روبرویم، با مشکل حضور جریان سرمایه‌داری و درگیری‌هایی که با اون داریم روبرویم، با مسئله نوع رابطه زن و مرد روبرویم. اینا همه مسائل مدرنیته است. یعنی ما با خیلی فراتر از این، ما با از خود بیگانگی روبرویم، ما با فاصله گرفتن انسان‌ها از هم روبرویم، با تنها شدن آدم‌ها روبرویم، با دور شدن آدم‌ها از خانواده و پدر مادرها روبرویم، با انبوه طلاق‌ها روبرویم، با کاهش مثلا ازدواج ها یا بالا رفتن سن ازدواج روبرویم، و همه اینها رو مدرنیته در مکان مدرنیته است. ببینید آقای دکتر زرشناس، خیلی جالبه، یعنی نوع تفکر آقای دکتر زرشناس، با عرض معذرت میگم دکتر، ناراحت نباشید، من پیشاپیش از بینندگان خداحافظی هم میکنم، کل وقت برای آقای زیبا کلام. اگر آقای دکتر زرشناس رو ولش می‌کردیم، یعنی مثلا نیم ساعت یه ساعت دیگه هم وقت می‌داشتیم، من فکر کنم ایشون مثلا وبا و زلزله و خوشسالی و خسوف و کسوف و نمیدونم اینا رو هم همه رو با بغل پا سامپ می‌کرد واسه مدرنیته. وقتی می‌افتاد رو دور میگفت آقای دکتر شما چی جوری مثلا زلزله رو همه رفرنس‌های غربی هم براش می‌آره. آره بعدم میگفتش که بعدم گفتم خب آقای دکتر زرتخت عزیز من، زلزله با مدرنیته چه چیزی داره؟ اینا زلزله از وقتی که بشر خودش رو میشناخته بوده، میگه نه همین خونه هایی که مهندسین غربی نقشه‌شو دادن و با سیمان بردن بالا و فلان. استاد این بحث هم هستید، از دولت مطلقه به دولت شبه مدرن و مدرن حرکت کرده، اما انقلاب اسلامی ما در برابر این قرار گرفته. ماهیت انقلاب اسلامی ادامه این حرکت، همون سوال، یعنی برها ضد مدرنیته است یا برآمده از مدرنیته است؟ با این تعریفی که از ایتالیا از مدرنیته کردید، با چارچوب مفهومی خودتون پاسخ ما رو بدید، بنابر اون تمثیل زیبایی هم که اون جلسه فرمودید. آقای معینی پور، من خیلی شما رو دوست دارم ولی نمیتونم بذارم شما سر من کلا بذاری. نمیتونم بحث تاریخی که شروع کردم تو 1400-1600 ولش کنم و بعد بیام به شما بگم که 22 بهمن روز پیروزی با علیه شاه، علیه مدرنیته. نمیتونم، من باید این بحثی هم که شما دارید میکنید در حقیقت یه سنخی از سنخ چی؟ گمراهی اون سوالیه که من پرسیدم. ببین، من جنس انقلاب اسلامی اجازه بده، سوال میکنم، اجازه جواب بده، اجازه بده. مخاطب من 22 بهمن رو تصور نمیکنم. من نمیتونم از 1600 بپرم بیام به جاهایی که شما به من میگی. بعدم شما اول برنامه گفتی برای ما یه تعداد زیادی SMS اومده. آه. حالا من نمیدونم حقیقت گفتی یا تبلیغ بود. ولی خیلی خوب. ببین، همونطور که به شما خیلی اعتراض میکنم. آره به من اعتراض کردن. نمیدونم درست بود یا درست نبود که میفرمایید بحث رو تو فاز تاریخی. حالا اجازه بده. اگر اسمس هایی که این هفته برای شما اومد، بله، گفتن آقای معینی پور، آقای خداوردیان، آقای یوسفی، آقای زرقامی، چرا شما اجازه دادین زیبا کلام اون بحث تاریخی رو در مورد مدرنیته مطرح بکنه؟ یه همچین اعتراضی به شما اجازه بده؟ اگه اعتراض کردن، من میام اینجا از همشون عذرخواهی میکنم و لال میشم که دیگه از هم میام اینجا از این صحبت ها بکنم. عزیز من، ما پی کردیم با هم دیگه، شما داری معامله رو به هم میزه دبه میکنی. ما پی کردیم با هم دیگه که آقا یه بار بذار ببینیم این مدرنیته که این اینجوری میزنه در و داغونش میکنه، این آقای زرشناس این مدرنیته آخه چیه؟ از دست این آقای زرشناس تا اینجاش ما رسیدیم به منتها من قبل از اینکه از 1600 بیام بیرون، آقای معینی پور عزیز، اگه من ببخشید، من به شما رو به چشم دانشجو نگاه میکنم، باید ببخشید. درسته. ببین آقای معینی پور عزیز، اجازه بده من یه سری المان های مهم مدرنیته رو گفتم. بذار این داستان کلوین و لوتر و اینا رو هم بگم که در 1400 تکمیل بشه بحث. آره تکمیل بشه بیام بیرون. نه با متبازم نمیرسم به انقلاب، چون بعد میرسم به انقلاب صنعتی، بعد میرسم به قرن 19. اینا مدرنیته هستش عزیز من. به پیر به پیغمبر مدرنیته اینجوری رشد کرده اومده بالا. مدرنیته فی نفسه، اونچه که در 1400-1600 داره اتفاق میفته، مشکلی و دعوای کلیسا باهاش نداره، برای اینکه ثروت جامعه داره میره بالا در نتیجه انقلاب مرکانتالیسم و کلیسا هم یه جورایی داره ثروتمندتر میشه. به علاوه اسپانیایی ها، پرتغالی ها فوج دارن
مردم آمریکای مردم قاره جدید رو مسیحی میکنن. یعنی از این بابت کلیسا جشن گرفته، کلیسا فلواقع از شادی در پوست نمیگنجه که دنیا رو داره اینجوری برای خودش داره مسیحی میکنه. کلیسا هم ثروتمند شده، هم مؤمنین خیلی زیادی رو در حقیقت کشونده آورده. منتها روش‌های این کلیسا، کارهای این کلیسا که باز خیلی دیگه نمیتونیم واردش بشیم، بپریم از روش، مورد اعتراض یک سری از متولیان خود کلیسا هستش. از جمله این که آقا شما، کلیسا معتقد بودش که مؤمنین نمیتونن خودشون به ذات خودشون به خدای نادیده برسن، باید از طریق کلیسا هستش که عبادت، باید از طریق کلیسا باشه، اشاعه ربانی باید از طریق کلیسا باشه. کلیسا هستش که میتونه بهش به شما ببخشه، کلیسا هستش که میتونه گناهای شما رو بیامرزه. و با توجه به این ثروتی که ایجاد شده، حالا کلیسا یه جورایی مثل بانک شده، مثل بانکایی که تو جمهوری اسلامی فقط پول میسازن، پولدار شده فلواقع. چرا؟ برای اینکه بنده گناهکارم، میرم پول میدم و بله بهش میخرم. آقای زرشناس باز من گناهکارتره، میره اونجا زانو میزنه، پول میده و بهش میخره. خب حالا ببینید لوتر، جان کلام این بودش که لوتر ایستاد در برابر این، دو تا حرف اساسی زد. یکی این که، یعنی دو تا کار اساسی کرد برای کلیسا، خودش از کلیسای کاتولیک بود، ولی دو تا کار اساسی کرد. اولین و مهمترین کارش این بودش که گفت انسان، یعنی مسیحی، یه مسیحی معمولی میتواند مستقل از کلیسا به خدا برسه. بله. چیزی که خیلی از عباد و زهاد و اینای ما میگن. دلیلی نداره که شما برای به خدا رسیدن از روحانیت و از کلیسا برسی. خودتون میتونید خدا رو بپرستین، عبادت بکنین و نیازی هم به کلیسا ندارین. خب این میدونی یعنی چی؟ یعنی اره برداشته داره پایه کلیسا رو، پایه کلیسا از جهت تسلط داره میبره. کار دیگری که کرد این بود که بخشیدن و عذاب دادن در گروه حضرت باری تعالی هستش و کلیسا نمیتونه بگه که کی بخشنده میشه، کی میره به جهنم. این کاری کلیسا نمیتونه بکنه. کلیسا میتونه کمک بکنه به مؤمنین، ولی اون تصمیم با حضرت باری تعالی هستش. کلیسا نمیتونه بیا جای حضرت باری تعالی بشینه. و به دلیل انتقاداتی و به دلیل اعتراضاتی و به دلیل اینکه آدما فکر میکردن میدونن و لوتر داره حرف درستی میزنه، نهضت پروتستانتیسم شروع شد که این بیشترین ضربه و لطمه رو به کلیسا وارد کرد. این هم مال وضعیت کلیسا. آخرین مطلبی که باید خدمت شما عرض بکنم، انقلاب صنعتی هستش. انقلاب صنعتی، البته اومدیم، شما میتونید نفس راحت بکشیم، من از 1600 دیگه اومدم بیرون، الان 1750 هستش، الان اواسط قرن 18 هم هستش. انقلاب صنعتی، باز برای اینکه بینندگان شما، چون اینشون بعداً احتمالاً میخواد به انقلاب صنعتی حمله بکنه، من بگم انقلاب صنعتی چی بود. انقلاب صنعتی یعنی آقای دکتر معینی پور عزیز، بینندگان عزیز، خواهران برادران عزیز من، انقلاب صنعتی یعنی کاری رو که انسان با دست میکرد، انقلاب صنعتی این کارو داره با ماشین بخار میکنه. بله، یعنی این دوکی رو که میچرخوندن با دست، این دوک رو حالا بخار داره میگردونه، منتها به سرعت فقط دوک رو نچرخوند، صنعت هم چرخوند، کارخونه هم چرخوند، کشتی هم چرخوند، راهن هم چرخوند، توپ رو هم چرخوند، اسلحه هم چرخوند و یه غول شد. درست شد؟ و بالاخره میرسیم به جایی که مدرنیته به نظر من داره متولد میشه. درسته. اینایی که من تا به اینجا گفتم جنینه. جنینی هستش که تو رحم 9 ماه داره شکل میگیره. هنوز متولد نشده مدرنیته. کی متولد میشه مدرنیته؟ مدرنیته تا قرن 19 هم هستش که مدرنیته متولد میشه. تولدش رو تو بحث دعوای بین کلیسا و چیز مدرنیست ها، این دعوا اگرچه واقعا وجود داشته، اما خود کلیسا به هیچ وجه نماینده دین نبوده و اصلاحاتی که مدرنیست ها خواستن در کلیسا بکنن دو مسیر داشته. یکی این که دو جهت داشته، یکی اون انحرافاتی رو که کلیسا به هر حال دوچار شده بوده در قرون وسطا می‌خواستن از بین ببرن،
و دومی که میخواستن کلیسا رو مدرنیزه بکنن، باورهای اومانیستی رو کلیسا تقویت بکنن، روح سرمایه‌داری رو تقویت بکنن که این کارم کردن. اما و بنابراین کلیسا رو مقابل قرون وسطا، مقابل غرب مدرن قرار میدیم، اینجوری تلقی نکنیم که کلیسا نماینده دینه. به هیچ وجه این گونه نیست. در تمام تاریخ غرب ما دین رو اونچنان نمیبینیم، دین جز به صورت عناصر منفرد حضور نداره. اما بیایم این سوال شما، چرا پس این به اصطلاح عالم غرب مدرن جهانگیر شده؟ علت اصلی جهانگیریش قدرتشه. ببینید ما یه زمانی هست که ما مثلا توی شما فکر کن توی محله ای یه فردی هست خیلی قویه، خیلی قویه، از بقیه خیلی قوی تره. این فرد ممکنه که بتونه همه رو تحت استیلای خودش در بیاره، مجبورشون کنه به حرفش گوش بدن، بعد حتی فرزندانی رو که مثلا این خانواده دارن طبق مدل خودش پرورش بده، بار بیاره، به عوامل خودش بدل کنه، در خانواده خودش این سلطه رو موروثی کنه، اصلا محله رو تقسیم کار بکنه، خلاصه خودش محور بشه. این به این معنا نیست که این حقه، به این معناست که این قوی تره. یعنی هر چیزی که هر کی که قوی تره لزوما محق نیست. غرب مدرن چون به تکنیک دست پیدا کرد با طریق همون انقلاب صنعتی که آقای دکتر گفتن، قوی تر شد. اینم بگم آقای دکتر نکاتی رو در مورد انقلاب صنعتی گفتن، یه نکته خیلی مهم رو به نظر من نفرمودید و اون این است انقلاب صنعتی از همون ابتدا با خشونت و میلیتاریسم متولد شد. اولین اختراع اینها در قرن 13 تفنگه که تفنگ باروتیه و بعد توپه، و همین مسئله تفنگ و توپ موجب شد که اینها تونستن به تمام جهان برن، تمام مقاومت ها رو در هم بشکنن، تمام قلعه ها رو نابود کنن، تمام کشورها رو تحت سلطه بگیرن. شما خودتون به این مسئله فکر کنید، اینها چطوری تونستن چین رو بگیرن، اندونزی رو بگیرن، مالزی رو بگیرن، آسیا و هند رو بگیرن؟ فقط قدرت نظامی. و این رو هم توجه کنید، این قدرت نظامی ناشی از هوش اینها نبود، استعداد اینها نبود. ببینید ما نگاه میکنیم باروت رو قبل از غرب مدرن چینی‌ها اختراع کردن، اما نگاه انسان شرقی اون زمان، من نمیخوام تایید کنم به هیچ وجه اندیشه چینی رو، چون اون روی اندیشه تاویستی و انحرافی و اساطیری میدونم، دینی نمیدونمش، اما نگاه اینا نگاه استیلا و سلطه نبود، نگاهی نبود که بخوان مسلط بشن بر همه چیز. نه اینکه خشن نبودن، زور نمیگفتن، صورت نوعیشون این سبی صورت نوعی انسان مدرن نبود. بنابراین موجب شد که وقتی باروت رو هم دارن، این باروت رو تبدیل به توپ توپی نکردن که بیان لشکرکشی کنن تمام دنیا رو بگیرن. اما غرب مدرن این کارو کرد. یعنی در واقع این باز برمیگرده به همون بحثای دکتر، به همون بحث اومانیسم. وقتی انسان خودش رو خودبنیاد تلقی کنه، نفسانی تلقی کنه و احکام الهی رو نادیده بگیره، فکر کنه اصلا خدایی نیست، اخلاق الهی نیست، حد و حدود شرعی نیست، هر کار من دلم میخواد میتونم بکنم با هیته، با اراده اختیار خودم، میشه نتیجهش همین سیطره‌ای که اینها ایجاد کردن. و اینها علت جهانگیر شدنشون قدرتشونه، نه اینکه محق هستن. و شما تصور نکنید که در نسل‌های آغازین در مقابل اینها مقاومت شد نشد. وحشتناک شما نگاه کنید در سراسر همون دوره‌ای که آقای دکتر میگن عصر اکتشافات و اینها، از قرن 14 تا قرن 17 18 اینا تو تمام دنیا دارن با خشونت و زور و قهر و ظلم و جبر پیروز میشن. بعدن هست که نسل‌های بعدی رو اینا میپرورونن، طبق باورهای خودشون میسازن، و همون پدیده‌ای که ما جریان روشنفکری وابسته میگیریم، میسازن یه دادم که طبق باورهای خود اینا ساخته شده، و اینها قرار میشه که تغییر بده افکار جامعه رو، ساختارها رو دگرگون میکنن و همه رو تحت سیطره خودشون در میارن. ظرف 4-5 قرن، تو اون 2-3 قرن اول اینا با زور این کارو کردن، و نمونهای عدیده تاریخی برای این مسئله وجود داره. نه من وقت دارم اینا از پخش تشکر میکنیم، یه 10 دقیقه وقتمون اضافه کردن، نصفش برای آقای زیبا کلام و نصف هم برای آقای زرشید. آقای دکتر من جسارت نمیکنم، شما هر چی دستور بدید من در خدمت شما. گلی گل منم که خیلی دوست. آقای اوینی پور، اگه شما میدونستین، اگه صلاح میدونید بحث خودتون رو تکمیل کنید. نه نه تکمیل میکنم. اگه صلاح نمیدونید جواب سوال منه. اگه فقط بینندگان ما میدونستن که من چه جهادی دارم با نفسم میکنم که جواب حرفای ایشونو ندم به قرآن والا، چون نمیخوام جوابشو بدم. بینندگان گله میکنن. نه عزیز من ببین اگه من جواب دکتر زرشناسو بدم تمام حرفاش جواب داره. من این جلسه هیچ سوال چالشی نه حالا اجازه بده. منتها بدبختی میدونی چیه؟ بدبختی اینه که من چرا دارم با خودم میجنگم؟ برای اینکه اگه بخوام جواب ایشونو بدم، جواب دکتر زرشناسو بدم، اون سلسله بحثی رو که با بدبختی و مصیبت گرفتم رسوندمش تا قرن 19 اون چیز میشه. ولی ببینید ایشون میگه مثلا شرق توپ داشتن ولی مثلا چیز نبودن اینا. ببینید گفتم باروت رو اختراع کردن مغول، چنگیز خان
زمانی اومد و دنیا رو چه میدونم گرفت. ببینید من فکر میکنم که هیچ غربی، هیچ قدرت غربی به اندازه چنگیزخان آدم نکشته. ایشون داره صحبت از روح شرقی میکنه. ما تو تاریخ میخونیم که سلطان محمود غزنوی زمانی که انگلیسا نمیدونستن دست راستشون و دست چپشون کدوم هستش، ما در تاریخ افتخار میکنیم این سلطان محمود غزنوی 17 بار به هند لشکر کشیده. میدونی یعنی چی؟ یعنی 17 بار رفته هندیا رو قتل عام کرده، 17 بار رفته هرچی هندیا طلا و جواهر رو برداشته بارش و تراش کرده خرکش کرده اوورده. نفهم دست گلا رو باز کی داره میفرسه؟ ما در حقیقت ما آب ندیدیم، ولی ما شناگرهای برجسته هستیم که دست آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها رو پشت می‌بندیم. شما واقعا این آقا محمد خان چیکار کرد؟ شما این نادر چیکار کرد؟ بعدم من ندیدم آقای زرشناس اینا رو هیچ وقت محکوم بکنه. من ندیدم این همه ما عالم داشتیم در دوران قاجار بگن آقا نادر کار بدی کرده. حالا من نمیخوام وارد این چیزا بشم. آقای زرشناس خودشون جواب بدن. آره خودش چیز بکنه اینا. ببینید ما رسیدیم به قرن 19 هم. ما وقتی میرسیم به قرن 19 هم، حالا انقلاب صنعتی اتفاق افتاده. درست میگی ایشون، انقلاب صنعتی کل جامعه اروپایی رو بسیار توانمند کرده، مسلط کرده به کمک انقلاب صنعتی. منتها اتفاق مهمی که در قرن 19 هم میفته تبلور اون نگاه معرفت شناسانه، هستی شناسانه، اونتولوژیکالی هستش که علما و دانشمندان در فاصله 1400 با 1600 به جهان و هستی پیدا کردن. گفتن جهان رو اگر بشناسیم بر طبیعت قوانینی حاکم هستش، همون چیزایی که فرانسیس بیکن گفت، به دکارت گفت و و و. چرا؟ برای اینکه حالا تازه در قرن 19 هم هستش که غرب یا دیگه یواش یواش میتونیم بگیم مدرنیته حالا داره میرسن به حرف دکارت. چرا؟ برای اینکه در قرن 19 هم هستش که به کمک کشفیات علمی که بخشش به خاطر انقلاب صنعتیه، بخشش به خاطر ثروتی که جامعه داره، بخشش به خاطر دیدی که این دید جهانی که ایران رو دارن میبینن، هند رو دارن میبینن، آفریقا رو دارن میبینن، آمریکا رو دارن میبینن و تعبیرشون استثمار میکنن. ببینید علم جهش وحشتناکی میکنه از 1800 تا 1900. شما فقط بشمار ببین که چه انقلابی، چه تحولی در علوم پیدا شد. مقصودم علوم کاربردیه، فیزیک، شیمی، بیولوژی اینا. و این علم باعث شدش که نگاه غربی ها به اون چی که معرفت هست، به اون چی که دانش هست عوض بشه. چرا؟ برای اینکه در نتیجه اکتشافاتی که حالا داره در فاصله 1800 تا 1900 پیدا میشه، ما متوجه میشیم که خیلی از باورهای ما غلط بوده، خیلی از اعتقادات ما غلط بوده. این فقط اعتقاد ما در خصوص این که زمین مقدسه، چون کلیسا معتقد بود زمین مقدسه. پدر یعنی خداوند باری تعالی پسر حضرت عیسی ابن مریم رو به خاطر اینکه زمین مقدسه فرستاد به زمین، به هیچ جای دیگر نفرستاد. بنابراین تمام هستی و کائنات و سیارات دیگر به دور زمین میگردن، چون زمین رو خدا مقدس خلق کرده. گالیلو اومده میبینه که اینجوری نیست، کپرنیک اومده میبینه اینجوری نیست. متوجهید این تک ستاره بود در 1600، در 1700، ولی در 1800 حالا داره جهش میکنه دیگه تیک آف به قول امروزی ها داره میکنه. بنابراین اگر ما در 1800 با سوال و ابهام و تردید داریم وارد میشیم، در 1900 یعنی مخصوص وارد قرن 20 شدیم، این تفکر کاملا ظرف این 100 سال نهادینه میشه تو غرب که آقا جون حقیقت و دانش و چیزی که درسته و چیزی که غلطه فقط و فقط با تایید علمی داشته باشه. اگر تایید علمی داشت، اگر علم چیزی رو ثابت کرد و نشون داد که اون درست هست، ما میپذیریم. اگر نه، ما نمیپذیریم. این که شما معتقد باشی که این لیوان از جنس سیلیکون ساخته شده یا از جنس پلاستیک ساخته شده، علم باید اینو بگه.
تجربه علما دانشمندان باید به شما بگن که این از چی ساخته شده. چرا این اتفاق میفته؟ چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه علم داره پیشبینی میکنه، علم داره پیشگویی میکنه. یعنی چی؟ یعنی مندلیف اومد گفتش که اگر یه عنصری شما دارید به اسم هیدروژن، یه عنصری دیگه دارید به اسم مس که عدد اتمی 64، 62 تا عنصر این وسط وجود داره و 40 سال بعد 50 سال بعد این عناصر کشف شدن. یه کسی دیگه اومد به اسم پاستور گفت بیماری اینجوری نیستش که ما همینجوری بیماری بگیریم، نه، بیماری از طریق موجوداتی میاد که ما اینا رو نمیبینیم، بهش باسیل میگیم، بهش ویروس میگیم، بهش میکروب میگیم، و ثابت کرد، نشون دادش که حرفش درسته. ادوارد جنر اومد واکسن درست کرد، اون یکی اومد یه کار دیگه کرد. ببینید اینا باعث میشه که حالا یواش یواش هر چیزی که علم تایید بکنه در قرن 19 هم ما میپذیریم، هر چیزی که علم تایید نمیکنه ما نمیپذیریم. دست شما درد نکنه.